درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز قصد دارم در این ویدیو آموزشی سیستمی رو به شما معرفی کنم که نامش هست FX Volcano سیستم مانوال، که به صورت دستی هستش و ترکیبی از چند تا اندیکاتور هستش و به ما سیگنال های معاملاتی رو نشون میده. همونطور که در ویدیوهای گذشته ما سیستم های دیگه رو هم معرفی کردیم خدمتتون، مبنی این معرفی سیستم ها این هست که شما با سیستم های موجود در بازار فارکس تا حد امکان آشنا بشین و سیستم هایی رو که ما معرفی میکنیم سیستم های رایگانی هستش که دیگران و سوء استفاده کنندگان از این بازار نتونن اونها رو به صورت هزینه دریافت بکنن از شما و به صورت پولی به شما واگذار بکنن. و خب وقتی که به صورت رایگان هست، شما میتونید از این سیستم ها در کنار روش آموزشی خودتون استفاده کافی رو ببرید و از این سیستم ها هم استفاده بکنید و اینها رو هم تست بفرمایید. خب این سیستم FX Volcano Manual شامل چند تا فایل هستش. خدمت شما عرض شود که فایل هایی هست که اندیکاتور هایی هست که در پوشه MQL این فایل هستش و همونطور که ملاحظه میکنید شامل 5 تا فایل هستش که بعدا براتون قرار میدم برای دانلود، و فایل تمپلیت هست و همچنین آدرس سایت که میتونید از اونجا دانلود بکنید، که ما این را از سایت fxprosystems.com دانلود کردیم، و همچنین فایل منوال هست که شما توضیحات این سیستم رو میتونید از اونجا مطالعه بفرمایید که من هم در حال حاضر به شما توضیح خواهم داد. خب این FX Volcano برای نصب شما فایلی رو که گرفتین به صورت فایل زیپ هستش و اون رو اکسترکت میفرمایید. بعد از اون فایل های پوشه متا تریدر رو MQL4 رو در پوشه متا تریدر در قسمت ایندیکیتورها کپی و پیست میکنید، روی چارت به شما نشون میدم، و همچنین قسمت تمپلیت رو هم در قسمت تمپلیت ها. این سیستم از 3 تا تمپلیت تشکیل شده، یا بهتر بگم 3 روش یا 3 تا مدل برای تریدر هست که در تمپلیت ها هستش، با نام های FX Volcano 1، FX Volcano 2 و FX Volcano 3، که هر کدوم از این تمپلیت ها برای قشر خاصی از تریدرها استفاده میشه. مدل FX Volcano 1 بیشتر با احتیاط و آرام آرام سیگنال میده. یعنی چی؟ یعنی با ریسک کم سیگنال میده و همچنین خب از تیک پروفیت کم رو هم شامل میشه. اگر این بیشتر برای افرادی استفاده میشه که دوست ندارن بیشتر وقتشون رو پای چارت بذارن، و خب میتونید این رو هم برای تمام مدل تریدر ها هم استفاده بکنید، یعنی شامل تمام قشر تریدر ها هم میشه. علاوه بر اون، همون موردی رو که عرض کردم، دوستانی که دوست ندارن بیشتر وقتشون رو پای چارت قرار بدن. مدل FX Volcano 2، این مدل بیشتر سیگنال های ثابت و قابل اطمینانی را صادر میکنه و برای کسانی استفاده میشه که هم تجربه این بازار رو دارن و هم افرادی که تازه بازارهای مالی رو شروع کردن. مدل سومش FX Volcano 3 هستش که اینها سریعترین سیگنال ها رو صادر میکنه و خب به تبع پروفیت اونها هم بیشتر هستش و خب ریسکش هم بالاتر هستش. این مورد رو برای اسکالپرها توصیه میکنیم و تریدرهایی که حرفه‌ای هستن. البته این صحبتهایی که من میکنم صحبتهایی هست که کسی که این استراتژی رو طراحی کرده در فایل یوزر منوالش گفته و من برای شما اینها رو بیان کردم. خب توضیحات FX Volcano 1 هستش و 2 و FX Volcano 3 هستش. خب این اندیکاتور از 3 تا بخش تشکیل شده. بخش اول
شماره یک اندیکاتور نشان دهنده ورود و خروج هست که شما با خطوط سفید و آبی اینها رو مشاهده میکنید که همچنین فلش های آبی رنگ و سفید رنگی رو میبینید. اندیکاتور شماره دو اندیکاتور نشان دهنده یا داشبورد ارزهای ضعیف و قوی هستش که اون رو در سمت چپ چارت مشاهده میکنید. و سومین اندیکاتور هم دستیار تریدر هستش که سمت راست مشاهده میکنید و کارش رو براتون روی چارت توضیح خواهم داد. قبل از اینکه شروع به ترید بکنیم من یه چند تا گزینه رو خدمتتون عرض بکنم. ما ارزهامون بین شماره ارزها بین 4 تا 8 هستن، یعنی شماره هاشون، یعنی ارزهایی که معمولا قوی تر هستن بین 4 تا شماره 8 هستن. ما شما میتونید اینها رو تنظیم بکنید، البته تایم فریمتون رو تنظیم بکنید از رو قسمت داشبورد تریدر که سمت راست است، دستیار تریدر عذر میخوام که روی چارت به شما نشون میدیم. برای اسکالپرها تنظیمات تایم چجوری هست؟ برای افرادی که میخوان اسکالپ تایم کار بکنن ما پیشنهاد میکنیم تایم های 1 دقیقه و 5 دقیقه رو استفاده بکنن. برای دوستانی که دی تریدینگ هستن تایم 5، 15 و 30 دقیقه رو استفاده بکنن. دوستانی که سوینگ تریدر هستن میتونن از تایم 1 ساعته، 4 ساعته و حتی روزانه در سوینگ تریدر استفاده رو انجام بدن. خب ما بقیه این رو ما با هم انجام میدیم و میبینیم و میریم روی چارت که بتونیم این رو نصبش بکنیم. خب از قسمت فایل FX Volcano بعد از اینکه ما اکسترکت کردیم فایل هایی که در قسمت MQL4 ایندیکیتور هست رو کپی میکنیم و میایم بر روی متا تریدرمون از گزینه فایل Open Data Folder رو انتخاب میکنیم. من اینها رو توضیح میدم برای دوستانی که شاید ندونن از کجا میشه اندیکاتورها رو کپی کرد و عذر میخوام پیشا پیش که اگر براتون این قسمت ها تکراری هستش. گزینه MQL4 و گزینه ایندیکیتور و اینجا پیست میکنیم که من قبلا این کار رو انجام دادم. مجدد هم انجام میدیم برای دوستانی که نمیدونن و من ریپلیس میکنم با اونها جایگزین میشه. خب گزینه بعدیش گزینه تمپلیت هست که ما کوچی تمپلیت رو باز میکنیم و از فایل هامون اینجا هم تمپلیت رو انتخاب میکنیم و این سه تا تمپلیت رو هم در اونجا کپی میکنیم، هم جایگزین میکنیم. خب متا تریدر رو میایین، میتونید متا تریدر رو ببندین و مجدد باز بکنید یا اینکه در بخش پنجره نویگیتور قسمت ایندیکیتورها سایت متا تریدر رو از اینجا رفرش رو انتخاب بفرمایید. خب ما اینجا برای فراخوندن اون سیستممون میتونیم از بخش تمپلیت ها شماره 1، 2 یا 3 رو انتخاب بکنیم. من تک تک این شماره ها رو انتخاب میکنم برای اینکه شما ببینید تغییراتش چطور هستش. در مرحله اول شماره 1 رو انتخاب میکنم. شما میبینید که در اینجا سیگنال سل دادن، من یه خط میذارم اینجا برای که شما ببینید در این نقطه سیگنال سل صادر کرده بوده. خب من شماره 2 رو اگر انتخاب کنم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب البته یه مقدار جابجا شد، خط ما هم از بین رفت. خب طبیعی هست که تمپلیت میشه و از بین میره. خب من مجدد 1 رو انتخاب میکنم، میبینید که در اینجا دیرتر صادر شده، یعنی با اطمینان بیشتری برای ما سیگنال سل رو صادر کرد. تو 2 یک مقدار زودتر صادر شده و در 3 که مخصوص اسکالپرها هستش خیلی دو تا سیگنال سل در این بازه‌ای که در 2 مورد قبل 1 سیگنال صادر کرده بود اینجا شما مشاهده می‌کنید که اینجا 4 تا سیگنال متشکل از بای و سل صادر شده. خب ما این رو بر روی حالت وسطش قرار میدیم که اطمینان بیشتری داره، یعنی FX Volcano شماره 2.
خب حالا این فراخوانی شده بر روی چارت و ما میخواییم ترید رو انجام بدیم. برای معاملات سل ما باید چند تا از اندیکاتورهامون رو چک بکنیم. اول اینکه مثلا بر روی همین جفت ارز NZD به GPY اول سیگنال سل که صادر بشه، در اینجا من الان سیگنال بای رو براتون توضیح میدم چون اینجا سیگنال بای صادر شده. در اینجا این فلش آبی رنگ رو به بالا اولین نشانه ما هست که صادر میشه. همچنین بعد از این خط آبی هستش که ما این رو دنبال میکنیم. بعد از این گزینه ها باید ما دنبال بگردیم که اون جفت ارز ما، اولین ارز ما که NZD هستش در این جفت ارز، در این داشبورد تریدر که سمت چپ واقع شده جز قوی ترین شماره ارزها باشه. خب مشاهده میفرمایید که شمارش 6 و 6 هست و در تاپ در بالای این داشبورد قرار گرفته و تمام شرایط برای ورود به معامله بای فراهم هستش. خب سعی بفرمایید زمانی که اینها صادر میشن شما شروع به معامله بای بکنید و اگر تشریف آوردید روی چارت و دیدین که در وسط اینجا رسیدین، مثلا مثل الان، سعی بکنید که وارد معامله نشین و صبر بکنید که با سیگنال بعدی که صادر میکنه و شرایط به وجود اومد شما اقدام بفرمایید. برای سیگنال سل هم خب ما میایم منتظر میشیم خلاف اون جهت، یعنی فلش سفید رنگ رو که ما دیدیم و این خط سفید، و میایم اون جفت ارز رو ما در شمارش رو باید جزء ارزهای ضعیف ببینیم در پایین جدول. مثلا اینجا الان یورو جزء ارزهای پایین هست، یعنی اگر ما بر روی یورو به یو اس دی این رو ران بکنیم، خب اینجا همونطور که ملاحظه میفرمایید اینجا به ما سیگنال سل رو صادر کرده در روی 5 دقیقه. ما اینجا میتونستیم وارد معامله سل بشیم، اینجا فلش سفید رنگ رو به پایین صادر شده، همچنین یورومون در داشبورد تریدر در کمترین قدرت قرار داده و ما وارد سیگنال سل میشد. خب تا کجا میتونیم این معامله رو حفظ بکنیم و اینکه تا کجا براش استاپ بذاریم، استاپ لاست بذاریم، چطور هست؟ خب برای معاملات سل، یا برگردم روی همون NZD به GPY، برای این معامله بای که اینجا استارت زده شده، ما میتونیم استاپ لاست رو در زیر آخرین درمون قرار بدیم که از اونجا سیگنال صادر شده، یعنی در اینجا ما میتونستیم استاپ لاستی رو برای این قرار بدیم چند پیپ پایین تر. خب و تیپیمون رو هم میتونیم در اولین مقاومت پیش رو، یعنی در مقاومت پیش روی که بکشین مقاومت رو، مثلا اینجا یه مقاومتی ما داشتیم میتونستیم اینجا قرار بدیم، تقریبا حدود مثلا 50 پیپ ما سود رو میگرفتیم اگر بر روی این تایم فریم یک ساعته و در زمانی که صادر میکرده وارد میشدیم 50 پیپ سود رو به ما میداده. اینجوری میتونیم بذاریم تیپیشو. میتونید به صورت یک عدد ثابت انتخاب بکنید یا از تجربتون استفاده بکنید، از تجربیاتی که دارید، و به صورت اسکلپ اگر عمل میکنید میتونید با چیزی بین 5 تا 10 پیپ میتونید این رو از معامله خارج بشید، یا هم اینکه میتونید این رو حفظ بکنید تا سیگنال مخالف اون صادر بشه و در اون زمان از معامله خارج بشید. بازم میخوام نکته دیگه که من خدمتون عرض بکنم این که اعدادی که در سمت چپ میبینید در داشبورد تریدر، اعدادی که بالای 6 هستن ارزهای فوق العاده قوی هستن، یعنی ترند دار هستن و میتونید بهشون اعتماد بکنید. همچنین ارزهایی که از عدد 3 پایین تر هستن اونها هم ارزهای ضعیفی هستن که برای معاملات سل استفاده میشن. اگه میخواین ریسک بیشتری داشته باشید میتونید اعدادی بین 3 و 6 رو هم انتخاب بکنید، ولی خب یعنی اعدادی که به 6 نزدیک تره، مثل این کد که در این لحظه میبینید 5 و 4 هستش، و از این بر اعدادی که به 3 نزدیک تره، یعنی مثلا پونت هستش که میتونید روش سل داشته باشید و روی کد بای داشته باشید.
با توجه به اون شرایطی که اندیکاتورها با هم مچ باشن و بعد اقدام به ترید بکنید. خب اندیکاتور بعدی که خیلی مفید هستش این اندیکاتور سمت راست هست که دستیار تریدینگ هستش و شما میتونید با یک کلیک به سرعت چارتتون رو تغییر بدید. ما الان روی NZD به GPY هستیم، شما میتونید برای روی USD به GPY دوبار کلیک بکنید، میبینید که به سرعت اونها تغییر میکنه، ارزهای دیگه که مد نظرتون هست و همچنین تایم فریم های مورد نظرتون میتونید سریعا اونها رو از اینجا جابجا بکنید. این کارایش فقط این هست که شما وقتتون کمتر گرفته بشه. در آخر من چند تا توصیه هم به شما بکنم، چند تا نکته رو حتما رعایت بکنید. در زمان خبرها مخصوصا خبرهای اقتصادی مهم از ترید کردن روی از چارت بپریزید، مخصوصا از این اندیکاتورها استفاده نکنید چون تمام اندیکاتورها و سیستمها خطاهایی رو دارن، مخصوصا در اون زمانها که بازار از ولالیتی بالایی برخوردار هستش و اندیکاتورها معمولا خطا دارن. دوم اینکه سعی بکنید که در بازارهای اروپا و امریکا ترید بکنید چون حجم تریدها اونجا بالا هستن و همچنین به قبل از ترید به این قدرت ارزها توجه کافی رو داشته باشید. و در آخر هم اینکه حتما ابتدا این سیستم ها رو بر روی حساب دمو تست بکنید و اگر اطمینان حاصل کردید که میتونید از اون بر روی حساب ریلتون استفاده بکنید، به عنوان کمک تریدر از اون در کنار استراتژی خودتون استفاده بکنید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو ببرین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.